به نام خالق هستی بخش و سلام عرض میکنم خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند که همکنون بیننده برنامه روشنا هستین. سلام های گرم تقدیم همه شما هموطنان عزیزم. امید دارم که صحتمند باشین، سلامت باشین و جانتان جور باشه. چی حال احوال دارین؟ خوب هستین؟ خوش هستین؟ خدا رو شکر. از خدای بزرگ همیشه جان جوری، صحتمندی، سلامتی میخوایم برای یک یکتان و همیشه دلها و قلبهایتان خوش باشه و امیدتان به خدای بزرگ. امروز هم بیننده برنامه روشنا باشین. انشالله که با شما عزیزان تا آخرین لحظات همراه و همگام هستیم و موضوعی بسیار خوبه که تقدیم شما عزیزان میشه. از همین شروع برنامه بگویم که شما عزیزان، چون برنامه ما به صورت لایف و زنده هست، میتونین با ما در ارتباط باشین. نمبر واتساپی را میگم براتون، مثبت 964 780 255 13. میتونین اگر سوالی دارین، پیشنهادی دارین، انتقادی دارین، هر صحبت و گفتگویی که دارین، ما در خدمت هستیم و پذیرای صحبت ها و پیام های شما عزیزان هم هستیم. و اما شما عزیزان در جریان هستین و میفهمین که انسان یک موجود شگفت انگیزی هست، یک جایگاه بسیار بالایی دارم و برای از اینکه بتونه به قرب الهی نزدیک شود و به جانشینی خداوند برسه، باید در یک مسیر صحیح قرار بگیره و تربیت شود. انسان پر از توانمندی هست، پر از استعداد هست و برای از اینکه توانمندی ها و استعدادهاش در یک مسیر درست قرار بگیره، باید تربیت صحیح شود. پس در نظام تربیتی و در نظام اسلام تربیت بسیار زیاد اهمیت داره و شما عزیزان بیننده، شما پدرها و مادرها نسبت به این موضوع بسیار بسیار واقف هستید و آگاهی های لازمه دارین و امروز هم میخواییم شیوه های تربیتی و راه های تربیتی در صحیفه سجادیه را بررسی کنیم، صحبت کنیم و گفتگو کنیم. خانم عالمی عزیز هم امروز کارشناس برنامه هستند، در استودیو حضور دارن و شما عزیزان هم با ما حضور دارین و تا آخرین لحظات همراهی کنین و ببینیم که راه‌های تربیتی در صحیفه سجادیه چه چیزهایی هست، این شیوه های تربیتی چه چیزهایی میتونه باشه. خانم عالمی سلام و خوش آمدین. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکار عزیزم خانم زهوری عزیز و همه بینندگان محترم. انشاءالله که جور و صحتمند باشن و امروز بتونیم که یک گفتگوی مفید و کاربردی را با هم دیگه داشته باشیم. زنده باشین، جان سپاس. خانم عالمی، یک مقدمه مرا بیننده عزیز گفتم که روش های تربیتی در صحیفه سجادیه را ما کلن میخواییم که در برنامه های روزهای پنجشنبه ما صحبت کنیم و بررسی کنیم. البته هر موضوعی یک مقدمه داره که ما میخواییم که از شما که به هر حال برای ما توضیح بدین که روش های تربیتی صحیفه سجادیه چی میتونه باشه و مبانی او چی هست، صحبت کنیم در این زمینه و بعد از اون انشالله که باز به روش ها و شیوه های اصلی تربیتی که صحبت ما میخواه باشه تا به اونجا برسیم. فعلا ما به صورت مقدمه در شروع برنامه میخواییم که مبانی رو شما برای ما تعریف کنیم، ببینیم که چی هست. بله، خب موضوع کلی همونطور که شما فرمودین خانم زهوری عزیز، روش های تربیتی اسلام در صحیفه سجاده است. یعنی ما میخواییم روش هایی را که اسلام برای ما در خصوص تربیت و تعلیم ما در نظر گرفته، ببینیم از نگاه امام سجاد علیه السلام با توجه به فرازهایی که ایشان در دعاهای صحیفه سجادیه قرار دادن و این از این نگاه بیاییم این روش ها را به اونها پیدا کنیم. خب همطور که میدونین خانم زهری عزیز، ما اساسا در یک دینی قرار داریم، یعنی دین ما دین اسلام یک دینی هست که از همون زمانی که ظهور کرد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و جانشینان بر حقشون امامان معصوم علیهم السلام، همه اینها اصلی ترین رسالتشون همین بوده که انسانها را تربیت کنن. یعنی اصلی ترین رسالتشون همین تربیت انسانها بوده و هر یک از این بزرگواران، هر یک از این اولیای الهی با توجه به اون موقعیتی که داشتن، حالا این موقعیت شخصیشان بوده، موقعیت سیاسیشان و در او جایگاهی که داشتن، حالا اگر
حاکمیت در دستشان بوده و یا در مواقعی بوده که حاکمیت در دستشان نبوده. اینها روش های متفاوت داشتن، لکن مسیر همانقدر که مسیر یکی بوده، یعنی مسیر یکی بوده و هدف یکی بوده، اما روش ها قدری متفاوت بوده، چرا که هر کدوم که از این بزرگواران در موقعیت های مختلف، در زمان های مختلف و در جایگاه های مختلف قرار داشتن. این جایگاه که میگه منظور از لحاظ موقعیت اجتماعی است، نه جایگاهی که اولیای الهی داشتن، همین اونها از لحاظ جایگاه معنوی در یک جایگاه بودن، اما این موقعیت اجتماعیشان با یک دیگر متفاوت بوده. خب ما در مورد امام سجاد علیه السلام میبینیم که ایشان چون یک موقعیت خاصی داشتن نسبت به پدر بزرگوارشان امام حسین علیه السلام، خب یک جهادگر بودن و او رسن عمل اصلی رسالتشون رو که با همون شهادت ایشون انجام دادن، درسته، و انجام به سرانجام رساندند. و ما میبینیم که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، خب وقتی که امام سجاد علیه السلام به امامت میرسن، خب در یک شرایط خیلی خاص و ویژه قرار میگیرن و نمیتونن واقعا اون مسیری رو که به همون شکلی، به اون روشی که پدر بزرگوارشان امام حسین علیه السلام ادامه دادن، اون روش رو ادامه بدن. و ما میبینیم که امام سجاد علیه السلام سراسر زندگیشان مملو بوده از عبادت و تضرع در مقابل خداوند متعال و این ملقب هستن به امام سجاد. امام سجاد زیاد سجده میکردن، دقیقاً همین طور هست، زیاد سجده کردن و سجده کننده بودن. این ممکن است که خصوصیت فردی و ویژگی فردی محسوب بشه برای امام سجاد علیه السلام، گرچه که قطعاً همه امامان بزرگوار ما همینطور بوده که در عبادت همیشه حد اکثر، یعنی حد اکثر عبادت ها رو انجام می دادن. اما به لحاظ اون موقعیت سیاسی که امام سجاد علیه السلام در اون موقعیت قرار داشته، عبادات امام سجاد علیه السلام یک بعد عبادی داره و یک بعد سیاسی و اعتقادی و تربیتی داره. بله. و ما این را از دل دعاهایی که ایشان، خب از ایشان بر جای مانده، از مستنداتی که از ایشان مونده، حتی صحیفه خود صحیفه سجادیه و او رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، همه اینها بیانگر این هسته که امام سجاد علیه السلام با این آثار ارزشمند و گرانسنگ که از خودشان بر جای گذاشتن، در دست. حقیقت مسیر ولایت و تربیت رو برای ما نشان دادن. دقیقاً. و حالا ما می‌خوایم این روش‌ها را در صحیفه سجاده بررسی کنیم. ان شاء الله بررسی کنیم. درست. و در ابتدا خب هر روشی، وقتی که بحث از روش‌های تربیت به میای که مثلا می‌خوایم بگیم که تربیت این هست و تعلیم این هست، از یک مجموعه نظاممند ما می‌خوایم صحبت کنیم. هر مجموعه‌ای که نظاممند باشه، منسجم باشه، نیاز به یک مبانی دارم. حالا خود مبانی چی هسته؟ قبل از اینکه ما وارد بحث اصلی بشیم، باید بیاییم که ببینیم که مبانی تربیت اسلامی در صحیفه سجاده را امام سجاد علیه السلام این مبانی را چه مبانی قرار دادن؟ حال مبانی چی هستن؟ خود مبانی را یک تعریف مختصر داشته باشیم. مبانی در حقیقت همون اصول و ریشه هست، یعنی اصل و ریشه یک مسئله ای هست. بله. خب شما تصور کنید در هم بحث تعلیم و تربیت که حالا موضوع بحث ما هستن، در این بحث بیشتر محققان و پژوهشگران میگن که در بحث تربیت مبانی شامل میشه از چند گزینه. یک، امکانات یک افراد را باید در نظر بگیریم، محدودیت ها، و در کنارش او موقعیتی که او شخص داره قرار داره. و به طور کلی اگه بخوایم به صورت خلاصه ای را بگیم، در حقیقت مبانی تعلیم و تربیت یعنی او ویژگی هایی که باید افراد داشته باشه، خوب، برای که او تعلیم و تربیت را به اونها داده بشه، یعنی مورد تعلیم و تربیت قرار بگیره. یعنی یک سری از ویژگی هایی که هر انسانی باید داشته باید باشه، داشته باشه تا اینکه بتونه به تعلیم و تربیت برسه. دقیقاً. که بر اساس اصول، یعنی بر یک سری ویژگی ها و یک سری اصول باید وجود داشته باشه که این ویژگی ها باعث بشه که ما برای او از خاطر او ویژگی ها تربیت بشیم. حال امام سجاد علیه السلام خب در
صحیفه سجادشان چند مورد را به عنوان مبانی تربیت بیان آمدن معرفی کردن، کردن یعنی که همون انشاءالله ویژگی هایی که هر انسانی باید داشته باشد که داشته بر باشن اساس اون اونا بتانن تعلیم و تربیت تربیت شوند. بشن. حالا این ویژگی ها در وجود همه انسان ها وجود داره، یعنی به صورت ذاتی هست یا قطعا اینکه نه کسب باید شود اکتسابی است؟ خب برخی از ویژگی ها ذاتی هستن، به طور مثال خب حالا ما وارد این مبانی میشیم. اولین مبانی که امام سجاد علیه السلام آمدن بر اون خب در دعاهایشون به صورت غیر مستقیم، نه مستقیما وارد شده باشه، این هستش که شخصی که میخواد تربیت بشه در درون خودش یک حب ذات داره. حب ذات یعنی چی؟ یعنی خودش خود دوستی داره. خود دوستی. پس اولین ویژگی که هر انسانی در وجود خودش داره خود دوستی و حب ذات هست. اگر اجازه تان باشد در رابطه با این موضوع میخوایم مفصل صحبت کنیم بعد از یک وقفه میان برنامه. انشاءالله. دوستای عزیز ببخشن، بعد از یک وقفه همچنان ما را همراهی کنید که نسبت به این موضوع با شما عزیزان گفتگو میکنیم. اولین ویژگی که هر انسان در وجود خودشان دارند و میتونه جزء ویژگی ها و مبانی تربیت باشه خود دوستی و حب ذات هست. بعد از یک وقفه نسبت به این موضوع با شما عزیزان گفتگو میکنیم. ابا صالح، ابا صالح، ابا صالح، یا ابا صالح، ابا صالح، ابا صالح، ابا صالح، یا ابا صالح، ابا صالح، ابا صالح، ابا صالح، یا ابا صالح، ابا صالح، ابا صالح، ابا صالح، یا ابا صالح، ابا صالح، ابا صالح، ابا صالح، یا ابا صالح، ابا صالح، ابا صالح، ابا صالح، یا ابا صالح، ابا صالح، ابا صالح. در ادامه صحبت ها با شما عزیزان بیننده هستیم، شما هم همراه ما و شما بیننده برنامه روشنا هستین و امیدوار هستم که هر روز یک برنامه ریزی دقیق داشته باشین، به خصوص شما مادرای عزیزی که در جمع خانواده هستین و سر چاشت هست. میفهمم که کاربارای روزانه زندگی که به هر حال تا از صبح تا به حال بوده حال کمتر شده و وقت و فرصت از این رو داری که حتما بیننده برنامه باشی در این تایم. بسیار خوب است برنامه ریزی داشته باشین که حتما هر روز بیننده برنامه روشنا باشین. در رابطه با روش های تربیتی در صحیفه سجادیه با شما عزیزان گفتگو میکنیم و خانم عالمی عزیز هم مقدمه ای را بیان کردن نسبت به این موضوع و حال رسیدیم به ویژگی هایی که هر انسانی در وجود خود داره برای که بتونه به تعلیم و تربیت برسه. اولین از او حب ذات هست و خود دوستی هست. حالا میپردازیم به این که خود دوستی چی هست، حب ذات چی هست، آیا وجود او خوب هست یا نه، نباید در وجود ما باشه. خب به هر حال نسبت به این موضوع شما عزیزانم حتما سوالاتی دارین، بررسی میکنیم و گفتگو میکنیم. خب خانم علمی، مبانی را شما تعریف کردین برای ما و گفتین که مبانی یعنی یک سری ویژگی هایی که هر انسانی باید در وجود خودش داشته باشد تا اینکه بتونه به یک تربیت صحیح برسه. و اولین از او را خود دوستی گفتین، حب ذات گفتین، بعد از اون ما رفتیم وقفه و میان برنامه. خب حالا نسبت به این موضوع اگر تعریف از توضیح و به جزئیات از او بپردازیم بسیار خوب است. بله، خب وقتی ما منظور ما از این که میگیم مبانی تربیتی در صحیفه سجاده، میگه این مبانی در صحیفه سجادیه خود امام سجاد علیه السلام اینها را تأکید کردن، یعنی در صحیفه سجادیه دقیقا اینها را مشخص کردن و ما را به عنوان کسانی که به دنبال تربیت اسلامی هستیم و دنبال یک روشی هستیم که خودمون را تربیت اسلامی در زیر چتر تربیت اسلامی قرار بدیم، امام صادق علیه السلام فرمودن که از این مبانی بیاین که پیروی کنین، یعنی این مبانی در شما وجود داره، این مبانی را شما بیاین شناسایی کنین. مبانی است که فطری هست،
دقیقا اینها مبانی هستن که بیشترشون فطری هستن، حالا مبانی هم حب ذات هست، میل به جادمادگی، حب بقا هست، اینها همهشان یک مبانی هستن که فطری هستن، یک سری اصول کلی هستن که خداوند متعال در وجود ما قرار داده. و امام سجاد علیه السلام در زیل برخی از فرازهای دعاهایشون در صحیفه سجادیه به این مبانی اشاره کردن که اینها را جزو ویژگی های یک انسانی که میخواید تربیت شود قرار دادن. یعنی یک انسانی که میخواید تربیت اسلامی داشته باشه بایست که این مبانی را در خودشان پیدا کنن، یعنی این مبانی در خودشان وجود داره، این ویژگی ها درشان وجود داره و اینها را باید پیدا کنن. یکی از اون ویژگی پرورش بتن یا که پیدا کنن و به سمت صحیحش، چون میگن فطریست، نه اینها فطری هست و به سمت صحیحش پرورش بدن. قطعا اینها پرورش خواهند داده شد، حالا به جزئیات یکی یکی اینها ما میپردازیم. یعنی که خانم عالمی ببینید، مثلا چون وقتی میگیم فطریست، یعنی بر اساس او ویژگی هایی که شما بیان میکنید بعد بر او اساس خودشان عیار کنن، درست است؟ دقیقاً همینطور است. یعنی خداوند متعال اینها را در وجود ما قرار داده، تطبیق بدن بر همون اساس در مسیر صحیحش باید خودمون رو تطبیق بدیم. دقیقا همینطور است. اولی مبانی که امام سجاد علیه السلام خود ما میگیم که در دعاهایشان مشاهده میشه بحث حب ذات هست و یک خوددوستی، این که انسان فطرتاً خودش را دوست داره، یعنی به خودش علاقه داره، خودش را دوست داره، خوددوستی. حالا این حب ذات، حالا اگر بخوایم بحث معرفتش را بگیم، حب ذات هست و این فطرتاً در انسان وجود داره، خداوند ایره در انسان قرار داده. امام سجاد علیه السلام در دعاهایشون نمیدن مستقیماً بگه که خب انسان ها موجوداتی هستن که خودشان را دوست دارن، حب ذات در آنها وجود دارن، اما وقتی که ما برخی از فرازهای دعاهایشان را میاییم مطالعه میکنیم و با اونها دقت میکنیم، دقیقا همین برداشت از این فرازها میشه که امام سجاد علیه السلام وقتی که میفرماین، حالا یکی از این فرازها را ما بگیم، ایشان میفرماین وقتی که خیلی سختی برایشون، یعنی یک زمان هایی هستش که میگه خب بر انسان سختی ها خیلی غالب میشه، خیلی انسان دچار غم و اندوه میشه و مشکلات وقتی که وارد زندگی ما میشه، اما سجاد یکی از فرازهاش اینطور بیان میفرمان، میگن که ای آن که گره های ناگواری ها به دست او باز میشد، یا من تو حل بهی عقد المکارهه. یعنی عقد المکارهه اینی گره های سخت به وسیله کی خداوند باز میشه، و ای آن که تیزی و بلندگی سختی ها به وسیله او کنده و شکسته می شود، و ای کسی که تمام آسایش و راحتی ها به وسیله او ایجاد می شه، این خوشحالی ها به وسیله خداوند متعال ایجاد می شه. خب وقتی که این جملات رو ما می خوانیم در فرازهای دعاهای امام سجاد علیه السلام، خب از این قبیل دعاها بسیار زیاد هست که وقتی که مشکلات را امام سجاد علیه السلام میان مشکلات ها را، غم ها را و سختی ها را بیان میکنن، درسته؟ و در کنارش میگن که خب خداوند متعال هست که برطرف کننده این مشکلات هست، خداوند متعال هست که رفع کننده غم و اندوه هست و نشان دهنده یعنی است که انسان ها به هر حال خودشان را دوست دارن و این خود دوستی و حب ذات باید در وجود انسان ها باشه که بتانه برای خیر دنیا و آخرت و صلاح خودش راه پیدا کنه. بله دقیقا همینطور است. و این وقتی که انسان زمانی میتونه دقیقا به این جملات روی بیاره که خودش رو دوست داشته باشه، دقیقا زمانی که ما خودمان رو دوست نداشته باشیم میل به این نداریم که بخوایم از برای خیر و صلاح خود دعا کنیم، میل به این نداریم که از مشکلات روح بخوایم بیرون کنیم خودمون رو، بگیم خب اگر غمی هست، اندوهی هست، اگر مشکلاتی هست، اگر سختی هست، خب بذار که باشه، اگر خودمون دوست نداشته باشیم. بله ما در تلاش میکنیم، کوشش میکنیم که بتونیم به هر حال در مسیر قرار بگیریم که به خاطر حب ذات و حب نفسی که داریم، یعنی به خاطر خود دوستی که داریم، بتونیم با تلاش و کوشش یک مسیر خوب پیدا کنیم. دایم. حالا در صحیفه سجادیه هم که شما بیان کردین، ما حالا در نمازهای روزانه خودمون هم امیال که شما ایره بیان کردین، من یاد از نمازهای پنجانه، خب ما در نماز خود
همیشه این را بیان میکنیم، اهدن صراط المستقیم، یعنی ما را به راه راست هدایت کن. خود یک نوع خوددوستی است دیگه، یک نوع دعایی است که ما از خداوند میخوایم که ما را به راه راست هدایت کن. این نشان دهنده است که ما خود ما را دوست داریم و این دوست داشتن به خاطر صلاح ما هست و به خاطر صلاح خود ما دعا میکنیم، یا در دعای قنوت که مثلا میخوانیم که بخوایم در دنیا و آخرت به ما حسنه عطا کن و ما را از آتش جهنم. خب اینها همه به خاطر خوددوستی است، دعاهایی که میگیم. پس این خوددوستی گاهی وقتا خوب از خانم عالمیم. بله، بسیار وقتا مثلا ما تا میگیم خوددوستی، انسان ها ذهنیتشان منفی میشه. بله، اگر این ویژگی فطری که خداوند در انسان قرار داره، اگر در مسیر درستش هدایت بشه و اگر در مسیر درستش قرار بگیره، قطعا مفید هست. چرا که اونجوری که خداوند فطرتا در انسان قرار داده، قطعا به فایده انسان هسته و تا زمانی این میتونه، این زمانی میتونه این بر ضرر انسان باشه که به انحراف کشته بشه. و شما تصور کنین که یک نفری، خب در حالت در زندگی عادی ما هم همینطور هسته، شما یک وقتی میبینین که یک شخصی از ناحیه یک حیوان یا یک حادثه احساس خطر میکنه، بله. خب این حب ذات هسته و این خوددوستی انسان هسته که خودش را از اون خطر دور کنه، اون خطر را از خودش دور کنه و خودش را نجات بده. پس حب ذات را تعریف کردیم برای عزیزان و این در ادامه، و این حب ذات چطور میتونه که یکی از در دعاهای امام سجاد علیه السلام این حب ذات جزو مبانی تربیت قرار میگیره. چرا جزو مبانی قرار میگیره؟ قرار میگیره از خاطر ای که حب ذات، ما گفتیم یک ویژگی هست که خداوند در خود انسان قرار داده و به واسطه همه حب ذات هست که فرد کمالگرا میشه، فرد میتونه سعادت را برای خودش بخواه. همونطور که ما در دعاهای امام سجاد، در دیگر فرازهایش هم که اگر بخوایم در دعاهای مختلف امام سجاد علیه السلام، خیلی زیاد ایشان صحبت از این میکنه که خب خداوند متعال به من سعادت بده و من رو به کمال مطلق، به او کمال مطلق خودش نزدیک کنه، به کمال برسانه. حالا کمال مطلق خداوند متعال هست، اما به کمال برسانه. این رسیدن به این سعادت و این رسیدن به کمال و رسیدن به اون بالا والاترین مدارج قرب الهی میسر نمیشه جز به این که ما بخوایم همین خوددوستی و حب ذات را در مسیر قرب الهی قرار بدیم. درست. و همین خودش میتونه یک مبانی بشه برای تربیت. یعنی اگه ما حب ذات خود در خودمان ایرا به سمت صحیح پرورش بدیم، بله، این میتونه ما را در یک مسیر تربیتی صحیح قرار بده. درست. یعنی مسیر تربیتی صحیح را به ما نشان میده. بسیار مفید خواهد بود. حالا ما در یکی از دعاهای دیگه هم هست امام سجاد علیه السلام که خب به عنوان مثال ما میخوایم بخونیم که انشالله بینندگان محترم بدانن که امام سجاد علیه السلام هم هرچند که ایشان خب یک معصوم بودن، یعنی که معصوم، انسان معصوم بودن و نیاز به ایشان، ما از نظر ما اینطور بوده که خب اینها نیاز به نه به تربیت داشتن و نه نیاز به این رشد و او حالت تعلیم داشته باشن. چرا که میگم اینها از علم لدنی خب برخوردار بودن. بله، بله. اما ما میبینیم که چقدر ائمه بزرگوار در زبان دعایشان، بله، از با اون مثلیه که انسانی برخورد میکنن که نعوذ بالله اینها چقدر گناهکار هستن. دقیقا. به این، بله، هم برمیگرده نه به خاطر اینکه اونها محتاج بودن به، یا انسان هایی بودن که گناهکار بودن که از گناهان خودشون توبه کنن یا بخواین از یک انسان ناقص به یک انسان کامل برسن، به خاطر این هست که اونها در یک موقعیت قرار دارن که یک اصلا شاید از درک ما واقعا خارج باشه. خانم زهری عزیز، و خانم علمی، ما باید بریم میان برنامه. بعد از میان برنامه باز ادامه صحبت داریم با شما. خب تشکر از اینکه همراه ما بودین. باز هم همراهی کنین بعد از یک وقفه برنامه روشنان. برای عدالت می نویسم، نوشته می کنم برای روزهایی که عطر عدالت کوچه های دلتنگی را لبریز کند و نسیم شادی بخش شاپرک ها چتری برای دلخوشی
شمدانی ها باشم. به امید روزی که یک بار دیگر صدای دلشین بلال از مأذنه های شهر بلند شود و خستگی را از تن منتظران بزداید. به امید روزی نوشته می کنم که پیچک های عاشق از روشنای پنجره ها بالا روند و دست در دست ابرها با آسمان پیوند خورند. دلخوش هستی برای فردایی که بهار پیراهن سبز خود را برتن کند و پروانه ها تمام کوشه باغ ها را با بالهای طلایی خودشان جارو کند و زمین از دست های مهربان باران فراوانی بنوشد و آنگاه هست که مطمئن می شود. هزار آینه می روید به هر جا می نهی پا را، همین قدر است و می دانم هوایی کرده ای ما را. میان چشم هایت دیده ام قد می کشد باران و اندوهی که وسعت می دهد بیتابی ما را. یا صاحب الزمان، آقای مهربان، هزار و این همه سال است که خنده ها از لب ها گرفته شده و کوچه های امید در حسرت یک بهار ماندگار تکیده، احساس ها در خود فراموشی خاموش می شود. وقتی که پرچم های رنگارنگ تصویر بر فراز ویرانی های تمدن جاهلیت امروز در اهتزاز باشد، در روزگاری که پرستوها از سرزمین وجودشان کوچ می کنند و تحمل سوز تازیانه های فراق را ندارند، جان می کنید. دریاها در رکودی و وسعت یک باور می میرند و از دل دریاها مردابها جان می گیرند و ماهیهای سرخ عاشق در حسرت امواج خروشان دریا پولکهای طلایی خود را در تنگ کوچک تنهاییشان می شویند و فریاد. ای آخرین ترانه و ای آخرین بهار، بازا که بی حضور تو تلخ است روزگار. مولای سبز پوش من، مولای سبز پوش من، ای منجی بزرگ تعجیل کن که تاب ندارم در انتظار. تشکر از همراهی همیشگی شما بیننده های عزیز و عزیزان همیشه همراه با برنامه روشنا همراه و همگام هستین. موضوع ما روش های تربیتی در صحیفه سجادیه هست و روش ها و ویژگی هایی را که هر انسانی باید در وجود خودش داشته باشه تا اینکه بتانه به تعلیم و تربیت برسته را خانم عالمی عزیز بیان کردن و مبانی از او را بیان کردن که اولی از او خوددوستی و حب ذات هست و هر انسانی در وجود خودش یک خوددوستی وجود داره، یک حب ذاتی وجود داره در وجودش به صورت فطری و این بسیار خوب است که انسان خوددوستی داشته باشه برای که بتانه به صلاح خودش کارهای خوبی انجام بده، به صلاح خودش تربیت مفید را پیش ببره در زندگی و انشالله که بتانیم این خوددوستی را در وجود خود ما که به صورت فطری هست تقویت کنیم و در مسیر صحیح او را پیش ببریم و خدای نکرده بیش از حد نشوه که به تکبر و خودپرستی نزدیک شوم. انشالله که حب ذات ما به حب الله نزدیک شوه.
و اما ببینیم از خانواده میپرسان کنیم که خب بعد از خود دوستی و حب ذات دیگه چی ویژگی دیگه ای وجود داره که برای ما بسیار اهمیت داره و ما را میتونه به تعلیم و تربیت نزدیک کنه؟ یکی دیگه از مبانی تربیتی صحیفه سجادیه که امام سجاد علیه السلام بسیار بر اون تک تأکید دارن و در فرازهایشان بیان میکنن خداجویی هست، یعنی حس این ویژگی خداجویی که در خب باز هم این هم دقیقا مثل همه ها بزاد در وجود به صورت فطری در وجود هر انسانی وجود داره. ایشون در دعای اولشون در بند 3 و 4 میان مستقیما میگن که خب این خدایی هست که خداوندی متعال که وقتی که انسان را آفرید و خلق کرد بدون این که شبیهش وجود داشته باشه بخواه از به شکل چیزی دیگه او را در بیاره، در وجود این انسان در این وجود این موجود او حالت خواستن خودش را قرار داد. درسته. به این شکلی که همیشه یک انسان را یک آدم را طوری خلق کرد که به سمت او گرایش داشته باشه، یعنی به سمت خدا گرایش داشته باشه، این حس خداجویی ویژگی خداجویی در وجود او قرار در وجودش قرار داده. بله. و این واقعا هم همینطور است. شما میبینید که ما به صورت فطرتن غیر از این که خب ممکن است تابع یک دین باشیم و یا تربیتش باشیم، مثلا فطرتاً هم در وجود خودمون احساس میکنیم که یک خداجویی، بله، مسئله خداپرستی و خداخواهی وجود داره، در وجود انسان وجود داره. شاید ما ایره نتوانیم زیاد درک کنیم، چرا که خب از زمانی که از طفولیت خب با هم بحث خدا و خدا باوری ما پرورش یافتیم. اما هم امام سجاد علیه السلام در آخر همین دعای اولشان میفرماین که انسان ها چه بفهمن و چه نفهمن خدا جویی در وجود اونها وجود داره. بله، به صورت فطری وجود داره. هرچند که بخواین خدا رو انکار کنن، حتی کسانی که خدا رو انکار میکنن، شما حتی میبینید کسانی که تابع یک دین های دیگه ای هستن غیر از خدا پرستی، بله، مثلا بت پرست ها هستن یا کسانی که خدا ناباور هستن، حتی ما یک همچنان خب در غرب خدا ناباوران هستن، کسانی که خدا را قبول ندارن و میگن که خب انسان از یک موجود جماد به وجود آمده، از یک موجود غیر زنده به وجود آمده. همونطوری که در دهه 60 هم خب ما شاهدش بودیم که زمانهایی که نظریه داروین بود در غرب چقدر این نظریه مردم یعنی پیرو اینها بودن به این شدت که خب اونها چون در بحث علم به قدری پیشرفت کرده بودن که خب تصور میکردن همین که یک شخصی را به کره ماه فرستاده بودن یا برخی پیشرفت های علمی چشمگیری که به یک باره در یک دهه رخ داده بود، خب این باعث شد که اینها دچار یک توهم میشون که خب پس خدایی وجود نداره وقتی که میتونه همه چیز در دست قدرت انسان ها قرار بگیره. ولی حالا اینها بعد از یک قرن، حالا نیم قرن، به این نتیجه رسیدن که همین خود غرب به این نتیجه رسیده که خب نه، اگر خدایی حالا اگر هست یا نیست لاعدلی، اینها کسانی هستن که میگن خب ما نمیدونیم، یعنی علم نتونسته ثابت کنه که انسان چجوری به وجود اومده، علم نتونسته این را ثابت کنه، با علم نتونستن خدا را ثابت کنن و این همون حالت فطری خدا جویانه هستش که خدا در وجود هر انسانی وجود داره. حتی همین افراد هم خودشان، همین افراد خودشان هم به یک نحوی به یک طریقی اینها به خداوند به یک منبعی که بی نهایت هستن، درسته، اینها میتونن خودشون را، یعنی میدونن که به اینها باید به یک جایی وصل باشن. و این همون فطری بودن حس ویژگی خداجویی هستش. بله. که این خودش میتونه مبنایی باشه برای تربیت که در صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام زیاد ای را تکرار کرده. حتی در یک جای ایشان میفرماین که خیلی جمله زیبایی هسته که میفرماین اللهم صل علی محمد و آله و فرق قلبی لمحبتی که، میگه خدایا بر محمد و آلش درود بفرست و دلم رو به دوستی غیر از خدا خالی ساز، اینی قلب مرا
فقط بله. در دوستی و حب خدا قرار بده. درسته. این امام سجاد علیه السلام این در این دعایشون دقیقا این رو میخواییم بگن که خب در قلب ما اون چی که هست یعنی خدا دوستی هست، خدا جویی هست. بله بله. و میخواییم که هر چی که غیر از حب خدا هست از قلب ما خارج بشه. و این رو واقعا میتونیم ما با اون یک مبنایی برای تربیت قرار بدیم. چرا؟ چرا که وقتی که ما فطرتاً به سمت خدا گرایش داریم بله. بنابراین ما به واسطه همین خداجویی میتونیم یک مسیر صحیح برای خودمان انتخاب کنیم. دقیقا. و این برای همه انسان ها این مسیر میسر هست، چه کسی که خدا را قبول داره، چه کسی که دین داره و چه کسی که دین نداره. دوست. و این یک مسئله کاملا فطریست. خب خانم عالمی، شاید اینجا مثلا سوالی برای بیننده های ما پیش بیاد که خب حالا که مثلا شما میگین که حس خداجویانه درست در وجود همه انسان ها به صورت فطری وجود داره و او حس خداجویانه هست که انسان را میتونه در یک مسیر درستی قرار بده تا که انشالله که به تربیت صحیح برسه، درست؟ خب این حس خداجویانه در وجود همه به صورت فطری وجود داره. خب این حس را خود یک انسان میتونه که تبلور بتوره، یعنی که گسترشش بته، پرورشش بته، یا ای که به واسطه او تربیتی که میشه او حس تبلور پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه، چه قسمی است که اینها میتونه یک مسئله، این دقیقا یک مسئله بینابین هسته. یعنی یک شخصی قطعا ویژگی خداجویی در هر انسانی وجود داره، در فطرت هر انسانی وجود داره. یعنی با تربیت هست که او گسترش پیدا میکنه یا ای که نه این خودش باید گسترش پیدا کنه که بتونه در مسیر تربیت قرار بگیره؟ ممکن هست در یک مسیری، در یک موقعیت یا در یک شرایط قرار بگیره که این تربیت بشه به سمت خداجویی یا به سمت مخالفش، و یا اینکه اگر در این همچین موقعیتی برای این شخص فراهم نباشه، ممکن است خب یک شخصی هیچ موقعیتی تربیتی به سمتی که بخواد به سمت خدا بره یا اینکه از خداوند دور بشه برایش ایجاد نباشه، اما همین فطرتاً او رو به سمت خدا میکشانه. این ویژگی میخواد بگه که انسان چه خدا را، چه در موقعیتی که حالا ممکن است در یک فضایی باشه، چه در یک فضایی که پرورشی که به سمتی که بخواد به سمت خدا بره باشه چه نباشه، چون خداجویی یعنی ویژگی خداجویی در وجود هر انسانی فطرتا وجود داره، بنابراین انسان هر زمانی میتونه به سمت خدا روی بیاوره. درست. ولی کن او بحث محیط و تربیت هم جایگاه خودش رو داره، چون که نسته یک نفر خب این فطرت درش وجود داشته باشه، درست، ولی که در یک فضای خدا ناباور به طور مثال این رشد پیدا کنن. در این فضای خدا ناباور خب این ممکن است ظاهرن بقبولانه که خب من خدا رو قبول ندارم، خدا وجود نداره، اما باز هم در فطرت خودش یک احساس مرموزی داره، نیاز به یک منبعی داره که خودش رو به او وصل کنه و این را هیچ کس نمیتونه منکر بشه. درست است. تشکر میکنم خانم عالمی، سپاسگزار از حضور گرم شما عزیزان بیننده و همچنین خواهرخوم خانم عالمی. استفاده بردیم و از حضور شما عزیزان هم خدافظی میکنیم. انشالله که روز خوب و خوشی را تا آخرین لحظات داشته باشین در کنار جمع اعضای خانواده محترمتان. تا روز دیگه که باز هم مهمان خانه های گرم شما عزیزان میشیم، شما را به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتان. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.